خوشا عشرت سرای کابل و دامان کاه سارش، که ناخون بر رگ گل میزند مژگان هر خارش. خوشا وقتی که چشمم بر جبینش خوش چین گردد، شوم چون عاشقان و عارفان از جان خریدارش. کابل پایتخت افغانستان، این شهر تاریخی، شهری که هزارها عیار را در آغوش خود پرورانیده، شهری که روزگار یکی از سه ولایت بزرگ سیستان بود، شهری که بعد از انتقال پایتخت توسط تیمورشاه یک بار دیگر سر از خواب گران چندین قرن بلند کرد و به جن بجوش افتاد. کابل یکی از قدیمی ترین شهرهایی است که دارای آبدههای تاریخی فراوان می باشد. همچنان کابل از جمله با ارزش ترین شهرهای دنیا است که آغوشش مملو از آبدههای تاریخی، سنتها و ارزشهای پارینه می باشد. اما کابل واقعا روزگار خیلی زیبا بود. رفته رفته جنگ های بیش از 3 دهه کابل را سخت تخریب کرد، حتی امکان بود و باش را در بعض نواحی آن از ما گرفت. هر طرف، هر جاده، هر کوچه و پس کوچه مبدل به یک مخروبه شد. آتش جنگ افغانستان در آغوش کابل شعله‌ور بود. اما خوشبختانه بعد از تحول در جریان 10 سال اقدامات برای بازسازی، بهسازی و نوسازی کابل گرفته شده که تا حد چهره تقریبا خشن کابل را به یک سیمای مدرن تر مبدل کردند. برای اخذ گزارشات کاری و پروژه های ساختمانی کابل به دو آدرسی که در این راستا کار میکند میروم: شهرداری کابل و وزارت انکشاف شهری. در نخست خواستم راهی وزارت انکشاف شهری شوم. کابل از جمله شهرهایی است که در جریان 10 سال شاهد تغییرات چشمگیری بودند، از جمله اسفالت جاده ها. یکی از جمله مشکلات جدی مردم کابل عدم وجود جاده های اسفالت شده بود که امروز تقریبا این مشکل تا حد مرفوع شده. همچنان ساختمان شهرک ها، بلند منزل ها، مراکز تجارتی، ساختمان های دولتی و شخصی از جمله پیشرفت های 10 سال اخیر به شمار می رود. دوباره سازی و نوسازی مکاتب، شفاخانه ها، پارک های تفریحی، این همه و همه جز تغییرات در چهره کابل می باشد. تقریبا همه این پروژه ها توسط جمع مجربی از مهندسین و انجینیران وزارت شهرسازی طرح و دیزاین می شود که بعد از اخذ مصارف از تمویل کننده ها با قرارداد معین عملی می شود. دیپلم مهندس فاطمه سادات، آمر عمومی مهندسی وزارت انکشاف شهری، اشارات بالای بعضی این دیزاین ها دارد. پروژه است که ایش طرح دیزاینش ختم شده، در مرحله تطبیق است. کار ساختمانش تازه آغاز شده، تداویش کار شده، در ساحه جریان داره. کجا این بانک نهر درسن است؟ در کابل مرکز شده، نهر درسن دیمزن. و این تعمیر 4 قصر ماونین است که فعلا تقریبا 80% ساختمان از تکمیل شده و کار ساختمانش که کل مردم میبینن را در قسمت های چی موقعیت داره، پل محمود خان. و یک پروژه کتابخانه است که توسط بنیاد مسعود بزرگ فرمایش داده شده و
ایده طور تیپیک کار کنیم که در نواحی 16 گانه تطبیق شده و تا که ساحه پیدا کنیم. یعنی هر ساختمان در نواحی 16 گانه باید چنین نمیشه؟ صرف امی کتابخانه عامی ما تیپیک هستن و یک ساختمان میمانخانه وزارت معدن است که در یک ساحه داشتن در پغمان در اوجه در نظر گرفته شده. زمان خواهان کلیه پروژه های ساختمانی مربوط به وزارت انکشاف شهری شدن، انجینیر نادیه فاروق شیرزی معاون ریاست تعمیرات این وزارت چنین گفت: پروژه که در داخل کابل ما فعلا پروژه کار کردیم، امی پروژه کار شدگی ما پروژه سرمک هم است، پروژه کاخ شورای وزیران است، پروژه تعمیر معاونین چهار قصر او تعمیرات است که کار میکنیم، تعمیر لیلیه و نوردی است که در میدان هوایی کار میشه، جمنازیومی است و همچنان تعمیر بانک است در قسمت نهر درسن اونجا کار شده، تعمیر وزارت مالیه است و فعلا که زیر دست است تعمیر خود وزارت انکشاف شهری است که در قسمت مکرویان و اعمار میشه و پروژه زیر دست انجینیران ماست. تر دیزاینش هنوز تکمیل نشده مگر تر مهندسیش تکمیل شده. همچنان زمان خواستم با یکی از مسئولین این وزارت آقای زرین برای بازدید یکی از پروژه های ساختمانیشان که همانا ساختمان جدید مجلسین شورای ملی می باشد راهی منطقه دارلمان شهر کابل شویم. در مسیر راه با کار احداث و ساختمان این پل در منطقه چهار راهی کارتی سی سرک دارلمان برخورد کردم. در این محل قرار است چهار پل احداث شود که مصرف مجموعی آن بیشتر از $1,000,000 هزینه می گیرد. و این هم کار ساختمان تعمیر جدید پارلمان است. همچنان باید گفت غرس نهال در اطراف شهر و تزئین چهار راهی ها مورد دیگر برای تزئین بخشیدن شهر محسوب می شود که شهرداری کابل در این راستا کوشش کرده و پروژه بهسازی از جمله دست آوردهای خیلی خوب محسوب می شود که مردم خیلی راضی هستند. اینجا منطقه کارتی پروان شهر کابل است که اهالی بالانشین این منطقه از این پروژه خیلی سود